الأرض وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بیننده. برای اینکه بتونیم از فصل الخطاب، کتابی که بین حق و باطل جدایی میاندازه، استفاده کامل ببریم، شرط اول فهم اون هست. به این معنا که این قرآن باید قابل فهم باشه، نه برای افراد خاص، برای اون کسانی که قرآن برای اونها نازل شده، برای مردم. اگر این قرآن قابل فهم نباشه، فصل الخطاب بودنش، راه هدایتش، جدایی انداختن بین حق و باطلش به درد بشریت نمیخوره. اگر نگاهی به معتقدات مسلمانهای دنیا بندازیم، ببینیم که بیش از 98% مسلمانهای دنیا عقایدشون، اصل و اساس عقیدهشون رو از قرآن میگیرن. درصدی از مسلمانهای دنیا که در واقع مهد اون کشور عزیزمون ایران هست، وجود دارن که معتقداتی دارن که اثری از اون در قرآن یافت نمیشه. از جمله اصلی از اصول دین به نام امامت، واسطه قرار دادن بندگان مرده خداوند بین انسان و پروردگار متعال، و همچنین امامی که 1200 و اندی سال قبل غیب شده و همچنان غیب خواهد بود تا قیام قیامت. این معتقدات اساسی و اصلی مراجع تقلید و روحانیون حاکم بر ایران، اثری از اون در قرآن وجود نداره. پس کجا از کجا گرفته شده این عقاید؟ توی این برنامه با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنیم که آیا قرآن برای ما قابل فهم هست، و در کنار اون عقیده روحانیت حوزه های علمیه قم و نجف رو مورد بررسی قرار میدیم که آیا اونها بر این عقیده هستن که قرآن رو همه بشر میفهمن، و اگر میفهمن چرا معتقدات اونها برخلاف باقی مسلمان های دنیا اثری از اون در قرآن یافت نمیشه. استاد سید منصور حسینی، سلام عرض میکنم خدمتتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اشاره جالبی داشتید. در حقیقت از نظر امامیه قرآن اصلا فصل الخطاب و قول فصل و فرقان نیست به هیچ عنوان. اولا چرا؟ به خاطر اینکه قرآن حجیتی نداره، نیاز به قیم داره. قیم هم امام هست، یه فرد، الان این فرد هم که نیست. و گفتیم که بدین خاطر اخباری ها اصلا فقط به روایات اعتماد دارن و بر اساس روایات عقاید و اصول اعتقادی خودشون رو بنا نهادند. و معتقدم هستن که خب هم قرآن از یه طرف ناقص هست، کم شده، از طرف دیگه قیمش هم که نیست. و از طرف دیگه آن چیزی هم که از قرآن ما داریم میبینیم در حقیقت یه چیز ظاهری است، و ظاهر هم مخالف باطنش هست. قرآن باطنی داره، این باطن هم جز امام کسی نمیفهمد. پس هیچ وقت قول فصل نمیشه. ظاهرش چیزی میگه اما باطن منظور چیزی دیگر است. این باطن کی میدونه؟ میگن امام میدونه. این ظاهری که هست، شما وقتی میگید که قل هو الله احد، این ظاهرش هست. بگو الله یکیست، شریکی نداره، ذات تنهاییست. میگه نه، این ظاهرش هست اما باطن یک چیز دیگری است. وقتی میگید که الله لا اله الا هو الحي القيوم، میگن این ظاهرش هست، باطن چیز دیگری است. این باطن مخالف هست با چی؟ با ظاهر. دقت کنید، نه اینکه میگه که ظاهر و باطن یکیه، میگه نه، ظاهر یک چیز دیگری است، باطن چیز دیگری است. بله، که کلن برخلاف همدیگر هستن. مردم وقتی که میشنوند، خب اون ظاهر رو میفهمند که بله، بگو الله یکیست. بله،
اما باطن چیزی دیگر است، خلاف این هست، کاملا 180 درجه با این مخالفت داره، تناقض داره. و کی میدونه؟ امام. امام کجا گفته؟ روایت هایی است که آقایون در کتابشون آوردن. بله. دقت کنید، اولا قبل از این که من این یک روایتی را از اصول کافی بخونم، خب این تفسیری که گفته میشه که فقط یک باطن داره قرآن، به ما اینو میرسونه که اولا که امامیه یکی از فرقای باطنی هستن. باطنی چی؟ یعنی که قرآن ظاهر و باطن داره، ظاهرش برای عموم مردمه و باطنش هم که خلاف این هست. در باطن، ادعای علم باطن معیاری نیست، ضابطه‌ای نیست، میزانی نیست، هر کی میتونه چیزی بگه. همونطور که ساختن و چیزهای بسیار رکیک و بدور از عقل به اهل بیت پیامبر نسبت دادن که فقط هدف اهانت به اینها بوده، خرد کردن شخصیت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. یعنی اینها روافض برای خرد کردن، از بین بردن، اهانت کردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم از هیچ چیزی کوتاهی نکردن، یا مستقیما به همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم اهانت کردن، تهمت زدن، بیاران پیامبر اینو گفتن. حالا اونایی هم که به عنوان امام معرفی کردن، دقت کنید چه شخصیت هایی معرفی کردن. گفتین شرخ حضرت ترسو، بزدل، کسی که و این سخنان اونها بدور از عقل و منطق. بله، بدور از عقل و منطق که هیچ انسان عاقل اونو قبول نمی کنه. وقتی میگه که مرج البحرین یلتقیان، میگه که دو تا رود به هم، دو تا دریا، آره این دو تا دریا با هم التقا پیدا میکنن، میگن فاطمه و علی، بینهما برزخ لا یبغیان، در وسط این دو تا یک برزخی است، مانعی است که اجازه نمیده که بر هم دیگر غالب بشن. میگن منظور کیه؟ رسول الله. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، میگه حسن و حسین. هیچ انسان عاقل اینو قبول میکنه، مگر اینکه یک باطن وجود داشته باشه، مگر اینکه این باطن دیگه در ورای این ظاهر یه چیزی وجود داشته باشه. همین اینه که الان این باطنش اینو میگن. دقیقاً. خب شما ظاهر اینو فهمید که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، خیلی واضح آشکار از درست. بله. میگن نه، این ظاهر یه چیز دیگه است، باطن 100 درصد خلاف این هست، 180 درجه خلاف این هست. بله. بحرین کیند؟ فاطمه و علی. برزخ کیه؟ اجازه نمیده که اینها بر هم دیگه به حساب غلبه پیدا کنند، رسول الله است. از این دوتا بحرین هم چی دنیا چی به وجود میاد؟ لولو مرجان. مرجان مروارید و مرجان. آره، لولو و مرجان هم کی هن؟ حسن و حسین. حسن و حسین. یعنی شما هیچ انسان عاقل این حرفو میزنه؟ یعنی پس هدف، یعنی انسان هیچ وقت نمیتونه با خوندن قرآن به این نتیجه برسه ابدا، مگر اینکه انسان عقلشو به کار بندازه، اونجا میفهمه که واقعا این روایت هایی که میگن چی هست. اگه عقلشو به کار ننداخت، اصلا این در روایتی که به حالا حضرت جعفر هست و حضرت رضا خواهیم دیدین، میگه که تفسیر عقل نمیتونه قرآن رو بفهمد. دقت کنید چی میگه. میگه عقل قرآن رو نمیفهمه. قرآن میگه که لعلکم تعقلون، برای قومی که یعلمون، اولو الالباب اینها. اما به امام نسبت میگه عقل قرآن رو نمیفهمه، اصلا بدور از تفسیر قرآن هست، اصلا نمیتونه درک کنه، نمیفهمه چی میگه قرآن، فقط ما میفهمیم. من این روایت الان براتون میخونم، یکی از این روایت های چندشاوری که به حضرت کاظم نسبت دادند، روایتی که واقعا چندشاور هست، روایتی که اهانت هست به این بزرگوار. هدف اینها در حقیقت یعنی اینکه از دین انسان بریدن هست. پس نماز برای چی وقت میگن که اقیم الصلات، یعنی چی؟ خب ظاهرش اینه، باطنش چیه؟ وقت میگه حج کنید، حج چیه؟ این ظاهرش، باطنش چیه؟ این چیزهایی که باطنی ها همیشه داشتن برای ضربه زدن به دین، برای هر نوع الحاد، بیبندوباری، دنبال شهوت بودن، هیچ کاری انجام ندادن، این تفسیر باطنی رو درست کردن.
خب من این روایت رو میخونم، اصل در مکتب شیعه هست، نقل کرده البته جواهر تاریخ شیخ علی کورانی عاملی جلد 2 صفحه 228 نقل میکند از محمد ابن منصور از کافی. بله. اصول کافی نقل میکنه جلد 1 صفحه 373 هست. بله. ام محمد ابن منصور قال سألته، از کی از امام کاظم. بله. عن قول الله عز وجل و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. این سوره اعراف است، از سوره مکی است. هنگامی که کار زشت انجام میدهند میگویند که پدرانمان را بر این یافته ایم و خداوند به ما امر کرده است. بگو خداوند به کار زشت امر نمی کند. آیا بر خدا چیزی میبندید که نمیدونید؟ خب میگه که حضرت کاظم چی گفتن؟ گفتن که هل رأیت احدا زعم ان الله امر بالزنا وشرب الخمر او شيء من هذه المحارم. یا کسی از شما دیدید که گمان کند که اعتقاد داشته باشه که خداوند امر به زنا کند، امر به خوردن مشروبات الکلی کنه یا چیز از این محارم، چیزی که خدا حرام کرده؟ خب کسی مستقیم نمیگه، درست گفته. وقتی که متعه حلال میشه، یک شکل دینی بهش داده میشه، به زنا داده میشه، کسی نمیگه زنا میکنم. کسی که متعه میکنه، عقد موقت، صیغه، همون زنا هست، اما با شکل لباس شرعی پوشوندن و براش فضائل قرار دادن. و هیچ شیعه‌ای که این کار رو انجام میده نمیگه که من زنا میکنم. میگه که گفتم نه. گفت ما هذه الفاحش التي يدعون ان الله امرهم بها. این چه فاحشه است که میگن که خداوند بهشون امر کرده؟ گفتم من نمیدونم. گفت که فان هذا في ائمه الجور. این در باره ائمه ظلم و ستم هست. دقت کنید، بحث فحشا میاد. اذا فعلوا هر کار زشتی که انجام بدن میگن که خدا به ما امر کرده و پدرانمون رو بر این یافتیم. میگه که منظور از دقت الان تعبیر باطنی، تفسیر باطنی این هست که به امام نسبت دادن. حالا روایت دیگهش خیلی منکرتر هست. میگن که منظور از این در ائمه جور هست، امامان ظلم هست. ادعوا ان الله امرهم بالاعتمام بقوم لم يأمرهم الله بالاعتمام بهم. ادعا کردن که خداوند امر کرده است که از اونها پیروی کنن. بله. از مردمانی پیروی کنن که خدا امر نکرده که از اونها پیروی کنن. جناب امام نمیدونست که این سوره مکی است. در مکه چیزی نبود. یعنی انسان امام اینقدر به دور از حقایق بود. دقت کن وقتی من میگم که امامیه اهانت میکنن، تفسیر باطنی امام را به دور از عقل و خرد و منطق معرفی میکنه، این هست. سوره مکی است، در مورد منکراتی که در جامعه شرک هست، مشرکین انجام میدن، کسانی که به اسم اسلام انجام میدن، خدا میفرمان که این کارها را انجام میدن، این کارهای زشتی که انجام میدن. الان امام داره میگه چی؟ میگه امام داره میگه که منظور ائمه جور هست. ائمه جور هم کیه؟ میگن که ابوبکر و عمر و عثمان و باقی اونها. میگه اینها ادعا میکنن که خدا به ما امر کرده که از ما پیروی کنید. بله. سوره مکی است، هنوز کسی نبود. کو ابوبکر که بگه من امام هستم، خلیفه هستم؟ کو عمر که بگه من امیرالمومنین؟ کو عثمان که بگه من اصلا رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشتن؟ کسی اصلا حرفی نبود. درسته. میگه که فرد الله ذلك عليهم فاخبر انهم قد قالوا عليه الكذب و سمى ذلك منهم فاحشه. میگه خدا اینا رد کرد، گفت دروغ میگید و این کار شما فاحشه هست. یعنی اینکه شما میگه که ائمه جور وقتی که دعوت دادن به امامت خودشون، بله، این میشه فاحشه. این میشه تعبیر کجاست؟ یعنی هیچ وقت شما نمیتونید از خوندن این قرآن با توجه به اینکه حالا این مکی است، اون کسی که نسب کرده و دروغ بسته بر امام، این رو چسبونده به در واقع بعد از خلافت حضرت علی یا میشه بوف بعد از ملت رسول الله علیه السلام، ولی در مجموع هیچ کسی، هیچ انسانی بدون دید باطنی نمیتونه همچون برداشتی رو از قرآن داشته باشه. ما فقط این صحبت های آقای کمال ایدری رو میشنیم، بعد میریم تماس های بینندگان رو میگیریم. کوتاه هست در مورد اتفاقاتی که در حوزه علمیه میفته و دیدگاه حوزه علمیه به صورت کلی از قرآن آیت الله کمال ایدری صحبت میکنن. ایشون خودشون مدرس
شرعی هستن و در واقع یکی از آیت الله های معروف هستن. ببینیم، خواهش میکنم برمیگرد. ایشون نظر خودشون نمیگن، نظر اخباریون حوزه های علمی قم و نجف رو دارن توضیح میدن. بله، این در واقع اتفاقی که یعنی روایت و اعتقاد دارن، بله، اما به قرآن اعتقاد ندارن و این نظر خودشون ندارن. نظر خود آقای ایشون نیست، دارن میگن بله، تو حوزه های علمیه این اصل و اساس کار اونها هست. آقای محمد بفرمایید، خواهش میکنم، از ایران، از تهران بفرمایید. خب خط شدن. آقای کاوه شما بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. خط موندید. خواهش. علیکم سلام، بفرمایید. جناب آقای حسینی دیروز که به سخنان آیت الله خویی استناد میکردید، من یک مطلب رو در مورد موضوعتون میگم. آقای خویی میگه ان حدیث تحریف چون داریم در مورد در مورد الان دارید صحبت میکنید یا در مورد دیروز؟ الو، در مورد مباحث امروز دارید صحبت میکنید یا در مورد مباحث روزهای دیگه؟ شما اجازه بدید من متن بخونم؟ نه، من که برنامه که تایم داره، موضوعیت داره. شما در مورد چه موضوعی میخواید صحبت کنید؟ در مورد موضوعات امروز میخواید صحبت کنید یا در مورد موضوعات غیر از موضوع برنامه؟ یک شنبه تشریف برن. نمیخواید جواب بدید؟ آقای در مورد موضوع بزنم. در مورد موضوع بفرمایید. آیا به نظر شما قرآن بطن داره، بطنی که ما اون رو میبینیم ولی نمیفهمیمش؟ یعنی ما قرآن یه ظاهر داره که به همه مردم میبینن و بطونی داره، بطنهایی داره، حالا شیش بطن، هفت بطن، بطنهایی پشت سر هم که فقط امام اونها رو میفهمه و ما نمیتونیم ببینیم، نیاز به فهم امام داره، مثل موضوعاتی که استاد توی برنامه مطرح فرمودن. بله، در مورد تعریف قرآن جناب آقای خویی میگه مثلا که اصلا نمیخواید بفهمید. نه اصلا هیچ نمیخواد بفهمید، اصلا هیچ. من اصلا صحبت بکنم یا هم موضوعی که میخواید بگید رو میگید، در مورد فقط یه جمله میگید میخوام در مورد موضوع صحبت کنم، یا ما میری یه موضوع دیگه صحبت میکنید. از رو که اون برگه‌ای که اطلاع داده دستتون امکان نداره بذاریدش کنار در مورد موضوع برنامه صحبت کنید. گفتن همینو بخون، حالا موعد هر چی گفت، موضوع برنامه هر چی بود اینو بخون، وگرنه حقوقت سر ماه واریز نمیشه؟ جواب آقای موحد، شما در مورد موضوع برنامه داری صحبت نمی کنی. در مورد موضوع برنامه صحبت کن. تعریف قرآن موضوع برنامه ما نیست. مگه نگفتی چیه غالب تعریف قرآن؟ در مورد بطن داشتن قرآن داریم صحبت می کنیم. الان ربع ساعت داریم در مورد قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد. امام باطن قرآن را میفهمد، ما ظاهر قرآن را. بفرمایید در این مورد اگر صحبت کنید بفرمایید، یک کلمه دیگه غیر موضوع دیگه بگید، مجبوریم بریم بیننده بعدی، وقت بینندگان گرفته نشه. بله، تنها فرض قرآن ما و شما در شعار حسبنا کتاب الله آیه 34 سوره نحل میفرماید بنده ناجی از ذکر تو بجن لنا، ما این قرآن رو به شما نازل کردیم که شما برای مردم تکفیر کنید. شما میگید که قرآن کفایت میکنه. اسم ما اهل سنت هست، اسم ما رومونه. ما قرآن رو با تبیین رسول الله علیه السلام قبول داریم، اما قرآنی که ساده است، واضحه، آشکاره، ما میفهمیمش، انسان‌ها برای انسان‌ها نازل شده و انسان‌ها اگر بخونن اون رو درک میکنن، میفهمنش. حالا این سوال من ازشون کنم، آیا پیامبر این وظیفه رو انجام دادن، لتبین للناس کردن یا نه؟ بله قطعاً پیامبر. پس چه نیازی هست که به امام، چه نیازی هست به ثقل ازغری که ادعا میکنید، به قیمی که در کتاباتون میگن که قرآن قیم میخواد، قابل فهم نیست میگن؟ پس شما دارید از یه طرف ادعا میکنید که قرآن توسط پیامبر تبیین شده، تبیین شده نیازی نیست، اما از طرف دیگه میگید نه قرآن قیم میخواهد. این قیم میگید که حضرت علی هست. قرآن بدون قیم میگد که هیچ حجیت، هیچ اعتباری ندارد. چه نیازی هست به امام؟ امام چه تبیینی میخواد بکنه؟ مثل همین تبیینی که مثال زدم که میگید که مرج البحرین یلتقیان، که منظور از بحرین علی و فاطمه هستند، برزخ هم منظور رسول الله است، لؤلؤ و مرجان هم منظور حسن و حسین هست. یا این روایت دیگه برات بخونم از خود کافی است که میگه که قل انما حرم ربی الفواحش، میگه که حضرت کاظم فرمود که ان القرآن له ظهر و بطن، قرآن یک ظاهری داره یک بطنی داره.
فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر، هر چیزی که خداوند در قرآن حرام کرده اون ظاهرش هست. والباطن من ذالک، باطنش چیه؟ ائمه الجور. خب و جمیع ما احل الله تعالی فی الكتاب هو الظاهر، هر چیزی که خدا در کتاب قرآن حلال کرده این ظاهرش هست. والباطن من ذالک ائمه الحق، باطن این ائمه حق است. یعنی وقتی که خدا میگه که گوسفندی که شما بر اون ذکر خدا کردید حلال هست، میگه این ظاهر چند، باطنش منظور امام هست. کدام انسان عاقل این حرفو میزنه؟ شما بفرمایید. این میشه تبیین قرآن؟ این بینندگان عزیز من خواهش میکنم خودتون اینو مقایسه کنید. وقتی گوسفندی شما ذکر خدا کردید، خدا فرمود این چیزی که این حلال است دیگه، درسته؟ این میگه حلال هست، این میگه امام. اگه میگه ظاهرش امام چی باطل هست، میگه که با مادرانتان زنا ازدواج نکنید، یعنی با دیگران اگه ازدواج کردین میشه امام چی؟ میشه امام حق؟ کدام انسان عاقل اینو میگه؟ چه انسان عاقلی؟ بعد میگید که امام نیاز داریم به قیم و اینکه امام مبین قرآن هست، قرآن صامت داریم، امام قرآن ناطق هست. شما از این طرف میگید پیامبر تبیین کرد، میگید نه اصلا قیم میخواد، قرآن حجت نیست. میریم سراغ سوال اول استاد حسینی. سوال اولشون از شما همین بود دیگه، شما فرمودید قرآن میفرمایند که رسول الله علیه السلام برای تبیین کردن و شرح دادن این قرآن، معرفی کردن و تبیین کردن این قرآن برای ما اومده، ما هم اهل سنت هستیم، تمام قرآن و تبیین قرآن در زمان رسول الله علیه السلام کامل شده. شما چه میفرمایید؟ به نظر شما آیا قرآن و تبیین قرآن در زمان رسول الله علیه السلام اونطوری که قرآن خودش هم داره معرفی میکنه به قول خود شما خود خوشبختانه تموم شده، یا اینکه نه امامان باید بیان که بطنهای قرآن رو برای ما بشکافند؟ بله عرض میکنم، خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید انی تارکم فیکم متکلن کتاب الله عزتی، یعنی که قرآن به پیامبر گفته تو ای پیامبر باید قرآن رو تبیین کنی برای مردم، پیامبر گفته من که دارم ترک میکنم شما رو، تبیینم نکردم، کامل هم نشده تبیین من، کتاب الله و عترتیش، باید برید ببینید امام هشتم چی گفته در مورد مرج البحرین یلتقیان. عقل میخواد اینجا فقط، یعنی دیگه نقلم نمیخواد، یعنی دیگه متنم نمیخواد. خدا میگه ای پیامبر شما وظیفه تبیین قرآن، پیامبر من، پیامبر اومده گفته نه من که تبیین نکردم، من که دارم ترک میکنم شما رو، دو تا چیزم پیشتون گذاشتم، برید به عترت من ببینید، عترت من تبیین کنه. ای مگه نگفتید خود رسول الله علیه السلام تبیین کردن؟ اگه تبیین کردن، اگر کامل تبیین کردن، دیگه اون بقیهش از کجای قرآن دارید دلیل براش میارید؟ این سقلنی رو به نظر شما باید بذاریم روی تاپچه دیگه، درسته؟ نه سقلن که خدا رسول الله علیه السلام گفته ما دو تا حدیث داریم از رسول الله علیه السلام که تا حالا اطراتی کتاب الله و سنتی هر دو تا داریم و استاد حسینی هم در موردشون مفصلا صحبت کردن، اما داریم در مورد قرآن صحبت میکنیم الان. و اون تبیینی که شما گفتید، آیا قرآن میگید تفاوت ما با شما، این حرف شما بود دیگه، تفاوت ما با شما اینه که شما میگید قرآن برای ما کافیه، من شما گفتم نه ما نمیگیم قرآن کافیه، و خودتون گفتید خداوند میفرمایند پیامبر علیه السلام تبیین کننده قرآن هست. خیلی خوب، رسول الله علیه السلام تبیین کننده قرآن، ما هم سنت پیامبر، خودمون اهل سنت، این سنت پیامبر که تبیین کننده قرآن است رو در کنار قرآن دو مرجع اصلی اخذ دینمون قرار دادیم و هیچ کدوم از اینها غیر قابل فهم برای بشریت نیست، جفتشون قابل فهمه. قرآن اصل و اساسا رو گفته، تبیینش با رسول الله علیه السلام هست. شما که از این قرآن بتونی دارید در میارید، نمیدونم مرج البحرین یلتقیان رو میکنید مثلا علی و فاطمه رضی الله عنهما، این رو از کجا میخواید در بیارید؟ بینندگان تصمیم بگیرن. بیننده بعدی اتاق فرما، آقای رضایی بفرمایید. خواهش میکنم. سلام جناب آقای مبحث، سلام جناب آقای حسینی. وعلیکم السلام، بفرمایید. الله مبارکات سلامکم الله. در خصوص قرآن کریم و با توجه به اون که اشاره هم شد در تبیان به کل شیء، خود قرآن بلن اتفاق و رحمت للمؤمنین، اما اون که برای تبیین این کتاب می فرماید خدا در کنار کتاب باشد، سبحان الذی نزل القرآن علی عبده و یکون للعالمین نذیرا، اون شخصی که با اون وسعت و خداوند گذاشته است که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یک یتلو علیهم آیاته، یعنی حتی تلاوت همونه، و یزکیهم
و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینها رو گذشته حضرت رب العالمین و این کتاب رو خصوصیاتش با اون بزرگوار گذاشته است. و آقای حسینی میفرماد خب ما الان امام میخوام چیکار؟ آقای حسینی ما شما رو میخوام چیکار کنیم؟ اگر قرار باشد کسی بگه قرآن، امروز قرآن میفرماید که انما انت منذر و لکل قوم هاد، ما باید او هادی را که قرآن معرفی کرده است که او حق دارد مثل رسول خدا خدا علوم را بهش آموخته است، مثل رسول خدا قرآن را برای مردم تعیین کند، او کجاست؟ اونا کجیانند؟ خیلی خوبه، پس شما بر این معتقد هستید با اون چیزایی گفته از قرآن همه با هم اتفاق داریم. رسول الله علیه السلام تبیین کننده قرآن، منذر و انذار دهنده و بشارت دهنده برای قوم خودشون. قرآن بر قلب رسول الله علیه السلام نازل شده و رسول الله علیه السلام رو کامل رسوندن و تبیین هم به صورت کامل کردن. بعد از اون نیاز به هدایت کننده داریم در عصرهای مختلف و این هدایت کننده میتونه هر کسی باشه، نیاز نیست معصوم باشه. همونطور که گفتید استاد حسینی هم جزی از هدایت کننده ها هستن، نیاز نیست که معصوم باشه، از جانب خدا باشه یا اینکه چش برزخی داشته باشه که بتونه بدهایی از قرآن رو پیدا بکنه و چیزایی که ما نمیفهمیم و نمیبینیم و نمیتونیم بفهمیم از قرآن استخراج کنه به ما بده. تا اینجا با هم موافقیم؟ نه، چه دلیلی دارید که هر کسی میتونه تبیین کنه قرآن رو؟ شما چه دلیلی دارید برای اینکه خداوند کسانی که چش برزخی دارن میتونن قرآن رو تبیین کنن؟ مگه نفرمودید هاد استاد حسینی هم میتونن هاد باشن؟ بگید شافعی و احمد و احمد ابن حنبل هم میتونن با اینکه معصوم نیستن و اشتباه هم میکنن میتونن هادی باشن، میتونن هدایت کننده باشن دیگه. شما چیزایی که فرمودید از قرآن بود و تا اینجا با هم اختلافی نداریم، اختلافمون روی عقیده بعد از اینه که شما نگفتید هنوز. این چش برزخی رو به ما بگید، این دیدی که میتونه بطن‌های قرآن رو بشکافه به ما بگید. من یه سوال آقای رضایی یه سوال کنم. من ببینم تو خود قرآن خداوند میفرماید که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. شما ازش چی میفهمید؟ فرمودید که یه آیه رو خوندید، فرمودید که این آیه در مدنی سوره مدنی است و من کدوم ائمه فرمودن که این من الان سوال نه الان من این سوال خیلی واضح گفتم آقای رضایی وقتی خداوند میفرمایند که حرمت علیکم امهاتکم، حرام شده است که با مادرانتان ازدواج کنید، و بناتکم و با دخترانتون و اخواتکم خواهرانتون، بعد ذکر میفرمایند، شما از این چی میفهمید؟ خب همین که شما ما رو نسبت میدید، ما میگیم اگر قرار بود ما بفهمیم قرآن از بابی آیات که تحقیق کردیم نسید همون وقت هم در زمان پیغمبرم بودن. الان شما آقای رضایی جواب سوال رو بدید لطفا، جواب سوال استاد رو بدید، فقط شما از این آیات چه میفهمید بفرمایید. میگن این آیه که متغییر پیدا نکرده است که، پس چرا در عهد رسول خدا که قرآن میاد میفرمید نازل میشه بعد میفرماد و من الله انا المؤمنین. آقای رضایی میتونیم با هم به نتیجه برسیم یا نمیتونیم با هم به نتیجه برسیم؟ برادر من، شما از این آیه چه میفهمید بفرمایید. همینی که شما فرمایید ما حرام کردیم من ازدواج. خیلی خوب استاد بفرمایید، ایشون از آیه همین رو میفهمه. حالا این من و شما هستیم، دو تا مسلمون عادی، امام چی فرموده؟ میگه منظور از حرمت علیکم امهاتکم چیه؟ ائمه الجور، ابوبکر، عمر، عثمان. و بعد که میفرمایه بعد و احل لکم ما وراء ذالکم، برای شما غیر از اینهایی که گفتیم حلال شده، میگن چی؟ ائمه عدل، دوازده امام. چرا آقا این شما میتونید این ارتباط رو ببینید بین این دوتا؟ حرمت علیکم امهاتکم داره میگه این چیزها بر شما حرام شده، ما حرام کردیم بر شما. میگه امام داره میگه که نه، منظور این ظاهرش اینه، اما باطنش چیه؟ ائمه جور هستن، اونی که حلال هست ائمه عدل هستن. این داره امام داره میگه ها. بفرمایید آقای رضایی. بله، ما جناب آقای موحد و جناب آقای حسین
به اندازه رفع حاجتمون در این از این آیات در کتب تفاسیری که مطمئنیم کلام‌ها از طرف اهل بیت رسیده است. این که از کافی من نقل کردم براتون، شما اگه براشون چون چون بدید از کافی از اهل بیت اصول کافی از کافی من رودی سوره مکی من که دارم میگم که سوره مکی است. امام داره میگه امام داره میگه که وقتی از سوال شد قل انما حرم ربی الفواحش، من میتونم نشون بدم بینندگان فهمیدن چون خیلی بینندگان پشت خط وقت آقای رضایی تموم شد میگه که ما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما باطن. چیه منظور این ظاهر و باطن چیه؟ میگه ظاهر اینه که شما میبینید، اما باطنش چیه؟ یه چیز دیگه ائمه جور هست. هر چیزی که حلال هست میگه که همون چیز ظاهری که شما میبینید، اما باطنش چیه؟ ما هستیم. اگه گفت که گوسفندی حلال شده با ذبح، این ظاهرش باطنش ما هستیم. اگه گوسفندی بدون ذبح مرد یا برای غیر خدا ذبح شد، این میشه ائمه جور. باطنش ظاهرش همین هست. کدام انسان عاقل اینو قبول میکنه بعد نسبت بدهد به اهل بیت پیامبر؟ بله، و اگر اینو قبول نخواهید بکنید اصول دینتون ناقص میمونه، یعنی نمیتونید اصول دینتون نیست. ثابت کنید اگر نخواهید اینو قبول کنید. آقای محمدی بفرمایید، خواهش میکنم از تهران. عذر میخوام که پشت خط بودید زیاد. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم سلام، سلامت باشید. آیه استاد حسینی عزیز، آیه موحد عزیز، میفرمایید که قرآن نیاز به تبیین و تعلیم و توضیح ندارد و پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه این رو انجام داده و پیغام داده. دار این هست که پس این همه تفاسیر اهل سنت نه ما اینو نگفتیم، ما اینو نگفتیم. نصب کنید، قرآن نیاز به تبیین داره، دین نیاز به تشریح داره و رسول الله علیه السلام در زمان خودشون این قرآن رو تبیین کردن و ما هر چیزی که میخوایم، هر برداشتی که میخوایم بکنیم بر اساس آیات قرآنی که برای ما واضح و آشکاره و بر اساس تبیین رسول الله علیه السلام بهش میرسیم. هیچ اشکال نداره. من ببخشید آقا آقای محمودی برادر عزیزم، ببخشید من همین میخوام بهتون بگم این تفاسیر طرف اومده برداشت خودش داره مینویسه، نقد کرده، مثلا اکرمه در مورد این کلمه اینو گفته، معنای عربیش گفته این هست، اشکال نداره. من میام برداشت خودم از یک آیه قرآن تا زمانی که این برداشت درست باشه، به طور علم عالم میگن دیگه، وسیله‌ای که نیاز به زبان عربی بلد باشی، این قواعدشو بدونی، نه اینکه هر خودش بخواد. کسی نمیگه اجازه نیست که، مثل هر فنی این اجازه نمیگه. کسی که پزشک نیست بره تو علم پزشکی، یک جرمیست، جنایتیست. به همین صورت آقا فهم قرآن وقتی که طرف داشته باشه، میاد فهم قرآن از فهم خودش از قرآن مینویسه، نمیگه که این منظور خداست که بر من نازل شده که. بله بفرمایید. هیچ اشکال نداره. آقای حسینی عزیز، ما میبینیم که مفسران عزیز و بزرگوار در برداشت‌های قرآنیشون با هم دیگه اختلاف دارن. خیلی جا اشکال نداره، برداشته برداشتش. آخه من نمیذاره جمله‌ام کامل بشه. بفرمایید. معیار درست یا نادرست بودن برداشت اینها شما هستید یا نه؟ هر کس هر چیزی خودش دوستاش میتونه برداشت کنه و یه آنارشیسم بشه که اصلا چارچوبی نداشته باشه. هر کی برداشتی داره، مثل همین که مثلا آقا من که تو میخونم این رو میفهمم. خیلی خوب، اشکال نداره، حرفتون کاملا درست. حرمت علیکم امهاتکم، برداشت شما چیه؟ ببینیم برداشت امام چیه. شما چی برداشت دارید از حرمت علیکم امهاتکم؟ این سوالی که من از آقای رضایی کردم، از شما مثال دارم میکنم. بله 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 بفرمایید. بله بله بله. در مورد حجیت ظاهر آیات، من از شما خواهش میکنم یک حکم فقهی از فقها ما بیارید که استناد کرده باشند به متن قرآن، بگن که این معنا رو من از متن قرآن استنباط کردم. ما از کافی داریم دلیل میاریم، کافی از امام معصوم، از کلینی که نقل کرده از امام معصوم. شما میگید از علماتون کیان؟ اگه مثلا کلینی عالم شما میگید فقهای شما کیان دیگه؟ من نمیتونم واقعا کیان. ما داریم از اساسی ترین کتب از امام معصوم نقل میکنیم. در مورد تفسیر خودتونم میدونید برادر گل من، یک نفری میاد میگه آقا الحمدلله رب العالمین حمد داره. حمد یعنی چی؟ اهل لغت میاره حمد بهش یعنی این، حمد یعنی این. تفاوت حمد با شکر چیه مثلا؟
حمد این معنی داره، شکر این معنی رو داره. زبان عربی بالاخره یه چیزی از زبان عربی میفهمه، یک آیه رو میاره شأن نزولش رو از سیرت رسول الله علیه السلام در میاره. آقا یک آیه رو میاد با یک آیه دیگه مقایسه میکنه، میگه این آیه خداوند اینجا گفته، این آیه هم خداوند اینجا گفته. به همین دلیل هستن که کلام مفسرین میتونه رد بشه، چون آقا این کلام مفسرین مطابقت نداره به بقیه آیات، رد میشه، تمام شد رفت. اون کسی که کلام عربی رو میفهمه، میفهمه، درک میکنه، ما هم وقتی میبینیمش میفهمیم آقا این خونده قرآن رو درک کرده، داره به ما توضیح میده، توضیح میده به خاطر فهم بیشترش نسبت به زبان عربی، نسبت به فهم بیشترش نسبت به بقیه آیات قرآن، نسبت به فهم بیشترش نسبت به احادیث رسول الله علیه السلام. اما اینکه ما بگیم مرج البحرین یلتقیان میشن علی و فاطمه، حالا این کی میتونه اینو بفهمه؟ نه یه چیزی هست برادر عزیزم و همچنان برادرمون، نگون در قرآن وقتی که شما میفهمید طرف میاد برداشت میکنه از زبان عربی بیرون نمیره، بله همون لفظ هست، بله. شما وقتی میگه که مرج البحرین یلتقیان، یا میگه حرمت علیکم امهاتکم، زبان عربی است، بله. کلمه حرمه مشخص هست، علیکم مشخص است، امهات هم مشخص هست، درسته؟ ولی وقتی که میره یه معنای باطنی میکنه، اصلا با این لفظ ارتباطی نداره، با این کلمه عربی هیچ ارتباطی نداره. شما چه ارتباطی میتونید پیدا کنید در اینجا؟ آقا میاد برداشتش، مثلا یک جایی که نیاز به برداشت هست، میگه که برداشت این است، میگه وقتی که آقا تو در سختی ها واقع شدی بیاد داشته باش که ان الله معنا، ان معی ربی. خب داره یه برداشت زیبایی میکنه از این قضیه که در سختی ها هیچ وقت خدا رو فراموش نکن، خدا رو عاجز ناتوان ندون. یه برداشت خیلی زیبا میاد میکنه در مسائل. ولی وقتی که میاد میگه که حرمت علیکم امهاتکم، میگه منظور چیه؟ ائمه جور هست. بله، سوالی هم که فرمودید نمیدونم حالا من جوابتون گرفتید یا نه، وقتی از کلینی نقل میشه، وقتی از امام معصوم نقل میشه، وقتی ما داریم مدرس حوزه رو برای شما میاریم داره توضیح میده، میگه بله در حوزه اخباریون بعد این اعتقاد هستن و برای قرآن بطرهایی و در تفاسیر قرآن، چون منظورتون از این که از فقها و علمای ما بیارید منظورتون رو نمیدونم دقیقاً، آیا مثلا کلینی جز فقها و علمای شما نبوده، یا امام معصوم احادیثش معتبر نیست، چی میخواید بگید با این وسیله، یا حرفای مثلا مدرس حوزه علمی هم قبول نمی کنید؟ آنو بینید بفرمایید. خب قطمان سوال کرد، قطمان سوال کردم، پس علما و فقهای ما در هیچ مورد به بطن قرآن استناد نکردن که حکمی رو بدن. من الان دارم میگم دیگه، ما داریم آقا مگه کلینی جز علما و فقهای شما حساب نمیشه؟ شما چه مذهبی دارید مگه؟ چرا؟ مگه شما فقط چرا گرفتید به یک حدیث از اصول کافی؟ آقا میخواید 100 تا حدیث برای شما بیاریم، یعنی یک حدیث قبول نمیشه دیگه؟ ما میتونیم الان بزنید تو قرآن براتون 100 تا حدیث میاره در مورد و تین و زیتون میاره، در مورد لؤلؤ و مرجان میاره، در مورد هر چی که بخواید برای شما میاره که بچسبونتش به ائمه بطن قرآن. بعد شما میگید ما قبول نمیکنیم، یک حدیث برای شما در مورد هم یک حدیث صحبت کن. آقا جناب آقای مجلسی در بهار الانوار حداقل در یک بابش میگه که باب ان للقران ظهرا و بطنا 84 روایت میاره. در باب امامت وقتی صحبت میکنه میگه که در اونجا خیلی ما روایت های دیگه آوردیم، صحبت یکی دوتا نیست. بفرمایید، ما الان صحبت از امام معصوم میکنیم، شما دارید صحبت از فقیه میکنید؟ یعنی اینقدر امام مقام منزلتش پایین هست که شما میگید ما داریم میگیم آقا قرآن قابل فهم هست، نیاز این که شما بگید بطن دارد نیست. من یه چیز بهتر برسیم به نتیجه برسیم. آقای محمدی عزیز، ول کنید تمام فقها و علما، این 84 حدیثه کلینی آورده، تو اصول کافی هم هست و تو مجلسی هم آورده. شما شخص شما بگید من اینا رو قبول ندارم، بگید من بر این که قرآن به اون چیزی که ما میبینیم و میتونیم تفسیرش کنیم، اگر کسی گفت یه بطنی وجود داره مثل همین بطنهایی که استاد حسینی دارن میگن، این چیزای باطنی که ما نمیتونیم هیچ وقت بهش برسیم با دید انسانی، شما به من بگید، شما شخص شما بگید قبول نداریم، ما نیازی نداریم از فقهای شما بیاریم، ما خوشحال میشیم. بفرمایید همینو بگید، بگید قبول دارید یا قبول ندارید. اگه گفتید قبول نداری دیگه من سرام باید بزنم به این میز. شما قبول دارید که قرآن بطن این چیزایی که استاد حسینی از اصول کافی دارن میارن، اینو قبول دارید یا قبول ندارید؟ بفرمایید. بله من میگم همون اصول کافی گفته، هر روایتی که متضاد. آقای دوست عزیز، وای چرا نمیفهمید شما؟ چرا از عقیدتون فرار میکنید؟ چرا از بیان اون چیزی که فکر میکنید فرار میکنید؟ آقا یک کلامه، شما این حرفهایی رو که استاد حسینی از اصول کافی خوندن براتون، از من لایزار الفقیه خوندن براتون، شما
اینها رو قبول، شخص شما اینها رو قبول دارید یا نه؟ اینکه مرج البحرین یلتقیان به معنی علی و فاطمه است رو شما قبول دارید یا نه؟ تو رو خدا بگو دارم یا ندارم بد داشتن قرآن رو، قبول دارم یا ندارم؟ نظر شخصی من رو میخواد خدا هدایت بده. نظر شخصی من اینه، چون فقها تفقیه حکم ندادن پس قبول ندارم. وای وای، شما آقای دلیلش هم نمیخوام، شما آیا بطن داشتن قرآن اون 82 حدیثی که استاد حسینی دارن میگن پیرو امام معصوم هستی کافی شما اومده و شما اونها رو دارید میگید برید از کلام فقها ببینیم، شما این احادیث رو، این کلام معصوم رو به قول آقایون، حال نمیدونم شما یا آقایون، قبول دارید یا ندارید؟ دلیل نمیخوام، بگو من قبول ندارم. هر روایتی صحیح. آقای محترم وای چرا نمیفهمی؟ یارو بگم، یارو چی بگم دیگه، واقعا دارید جوری نمیای، نمیسازی. باب آورده، باب یک باب کامل در کتب حدیث با 84 تا حدیث که این باب کلا در مورد بطن داشتن قرآنه. والله که دوست دارم بگی من قبول ندارم، والله که دوست دارم از این خرافات بیای بیرون. بگو من قبول ندارم، بگو من قبول ندارم، بگو من قبول دارم، نگو نپیچون منو، بگو من قبول دارم یا قبول ندارم. بگو آره من قبول دارم این 84 این باب از اصول کافی رو من قبول دارم. بگو نه من این باب از اصول کافی رو قبول ندارم. همینو به من بگو فقط. قبول داشتن یا نداشتن ما در عمل سنت. خیلی جالبه. نه خیلی جالبه. اگر میگید استناد میکنن به قول فقها، من چی نیازی به امام دارم دیگه؟ بله. برای تبیین قرآن الان من نیازی دیگه به امام ندارم. فقیه وقتی که داره درست میفهمد، خیلی جالب است این سخن خودتون، اگه فقیه داره استنباط میکنه از قرآن پس قرآن قابل فهم هست، پس نیازی دیگه به امام که به عنوان قیم باشه، قرآن ناطق هست نیست، فقیه داره میفهمه و شما دیگه تابع امام معصوم نیستید. چرا خجالت میکشید؟ فقیه هستید. از عقیدشون چرا خجالت میکشن بابا؟ چون هیچ عقلی اونو قبول نمیکنه. واقعا مثل اینکه بگی این چیز فلان چیز عقل شما قبول داره یا نه. حالا قبولم داره، امام معصوم هم بهش نسبتم داده به امام معصوم، نمیتونه بگه من این چیزای مخالف عقل رو قبول ندارم. نمیتونه بگه قبول دارم چون زشته، نمیتونه بگه قبول ندارم چون قبولش کرده که این امام معصوم گفته. چیکار میکنی الان؟ هیچ، همینطوری میمونم. بعدم همیشه فقها. اگر فقها گفتن، اگر فقها نگفتن، بابا کلینی گفته، اگر نه یه فقهای دیگه، بابا این مدرس مرزه حوزه آورده، نه بر اساس اون رأی فلانی. نه یه چیز خیلی جالبه اون وقت، همیشه میان میگن به اهل سنت، میگه شما پیرو مثلا فلان راوی هستید، شافعی هستید، فلان هستید، ما پیرو اهل بیتیم. بله. حالا وقتی میگیم که اهل بیت اینو گفتن، میگه نه فقیه اینو نگفته. بله. خب شما پس پیرو فقیه هستید. ما نمیفهمیم. آره. اهل بیت میفهمن، اهل بیت رو ما نمیفهمیم، فقها میفهمن. تاش میرسه به آخوندی کل اینا رو آره میفهمن. آقای احمد بفرمایید، خواهش میکنم. الو سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. من نمیدونم چه آیات ظاهری قرآن رو وقتی میشه از ظاهر قرآن یه استنادی کرد، من نمیفهمم چه اجراریه که هی بگن بطنی داره و دارای بطولی هست. وقتی ظاهر قرآن مشخص هست چه نیازی به بطن قرآن هست؟ میفرماید من کان فی هذهی اعما فهو فی الآخرة اعما. هر کس در این دنیا کوره، در اون دنیا هم کوره. الان دو تا از مفتیهای بزرگ اعظم عربستان، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله، شیخ عبدالعزیز، الان دارید دروغ میگید. این کسی که ظاهر قرآن اینه، این دروغ رو خودتون نسبت به یکی از علماتون که به یکی از علما گفته، یعنی کسی که توی این دنیا کوره، توی اون دنیا هم کوره. ناکنید بینندگان تفاوت، ناکنید تفاوت، بینندگان میتونن بفهمن، میتونن درک کنن. ظاهر قرآنه، خداوند متعال دارن میفرماین کسی که توی این دنیا کور هست، توی اون دنیا هم کور خواهد بود یا کور برانگیخته خواهد شد. استاد حسینی چی میفهمیم از این آیه؟ شما اصلا نگاه کن، کسی که بهش حقیقت برسد، خود این اینقدر روشن هست، واضح هست، اما از کنار اون میگذرد، مثل میگه کوریست که نمیبینه. این منظورت شد، این همین چیزی که شما حقایق توحید رو میبینید اما قبول نمیکنید. میدونید که امام کاری از این ساخته نیست، میدونید که اینها دروغ هست،
میدونید که این چیزی که الان نسبت داده میشه به این بزرگواران خلاف عقل هست، قبول نمی کنید. عقلتون دادی دست آخون، کور هستید، حقیقتو نمی بینید. وقتی این گونه انسان باشد، بله، شما آیت قبلشو بخون چی میگه؟ و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. دقت کن. و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا. کسی که از عبادت من، از ذکر من، بندگی برای من رویگردان کنه، یه زندگی سختی خواهد داشت. و نحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. پس منظور این اعما همین کسانی هست که حق رو میشناسند اما حاضر نیست قبول کنه. اعما کسی است که وقتی براش حق توضیح داده میشه حاضر نیست فکر کند، حاضر نیست ببیند. این اعما در روز آخرت خواهد شد. صریح قرآن اینو میگه، خیلی واضح و آشکار داره میگه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ایشون میخواستن چی برسن؟ میخواستن برسن ما از ظاهر قرآن چیزی نمیتونیم بفهمیم. خب الان ما انسانیم دیگه، همه ما، هم ما بیننده انسانیم. ببینیم این آیه رو، ببینیم انسانها چی از این آیه دستگیرشون میشه، از این آیه. بفهمید استاد. و من اعرض عن ذکری از ابتمن که فاما یاتینکم منی هدا فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. بعد فارسیش آره، کسی که خداوند به آدم فرمود که برید بیرون زمین، بعد از طرف من هدایتی برای شما خواهد اومد، حق براتون بیان میکنم، پیامبرانو میفرستم، کتابای آسمانی هست، هر کس از هدایت من پیروی کند نه گمراه خواهد شد نه دچار شقاوت خواهد شد، بدبختی نخواهد داشت. اما کسی که از ذکر من، از یاد من، بندگی برای من رویگردانی کند، فان له معیشه ضنکا، زندگی سختی خواهد داشت، خوشی نخواهد داشت. بله. روز قیامت هم او را کور برانگیخته میکنه، نابینا. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. میگه بارلا چرا منو نابینا برانگیخته در حالی که در دنیا من بصیر من چشم داشتم. قال كذلك اتلتك اياتنا فنسيتها. بله، آیه بعد دنبالش همینو میگه که بله. پس مشخص در اینجا اعما، حالا این نیاز داریم که یک امام معصوم بیاد مثلا بگه اعما منظور فلان شخصیت تاریخی داخل فلان سال بوده؟ آره. میشه گفت؟ نمیشه گفت. آقای محترم، هر انسانی میتونه از این قرآن برداشت بکنه و بفهمه این قرآن. بیننده بعدی آقا علی بفرمایید از تهران. سلام علیکم، خسته نباشید. علیک السلام، سلامت باشید. آقای واحد، عنوان برنامه نوشتین قرآن ما و قرآن مراجع متفاوت است. منظورتون از قرآن این کتاب قرآنو میگید یا تفسیرام میگید؟ ما داریم 45 دقیقه در مورد این موضوع صحبت میکنیم. اگر تا حالا متوجه نشدید که موضوع برنامه چیز هست، یه برنامه رو از اول ببینید بعد تماس بگیرید با برنامه. خیلی متشکرم. گوش میکنم. اگر گوش میکنید که مشخصه دیگه، داریم صحبت میکنیم، دو ساعت در موردش داریم صحبت میکنیم. شما آخر برنامه زنگ زدید میگید منظورتون از این عنوان چیه؟ منظور از این هست که مراجع بر این باور هستند که قرآن یک ظاهری داره که انسان ها میتونن ببینن، اما اصل اون بطنه، اون چیزیه که داخله و انسان ها نمیتونن با فهم، با سرچ کردن، با پیروی از احادیث رسول الله، با فهمیدن لغت عربی بهش برسن. مثل همون چیزی که استاد حسین توضیح دادم بهتون، وقتی میگه خداوند متعال میفرماید مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا، دو تا رود به هم میرسن. این بطن قرآن، اون چیزی که مراجع معتقد هستن، اینه که امام حسن و امام علی و حضرت فاطمه، اینها دو تا بحری هستن که خدا گفته به هم میرسن. یعنی هیچ جوری شما غیر از این که بتونید بطن قرآن رو ببینید که اونا میگن بطن داره، نمیتونید به این دسترسی پیدا کنید و بفهمید. منظور این هست. بفرمایید. حالا این گفتم، خلاصه کردم براتون 45 دقیقه برنامه رو. این کتاب قرآن نیست، اون کتاب قرآن ما و اهل سنت و شما همه یکیه. اما اگر منظورتون همین تعبیلاتی نباشه، قرآن شما با قرآن ما آره فرق داره تفسیرات، همانطور که قرآن ما با قرآن اهل سنت فرق داره. به ما اینو بگید. قطع شدن. خیلی خوب آقا مصطفی، قرآن ما اهل سنتیم، پیرو قرآن و سنت. من خودم شافعی مذهب هستم، حرف علکی هم نزن. آقا مصطفی بفرمایید. الو. بفرمایید آقا مصطفی عزیز. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. خواهش میکنم. فرقی
بهاییت بهاییت ریشه از بله بهتون توضیح میدم فرق وهابیت و بهاییت. بهاییت ریشه در مذهب شیعه 12 امامی داره که یکی از اونها بابیه از بهای شیخیه و بعد بابیه از شیعه 12 امامی در واقع منشعب شد که گفتم ما باب امام زمان هستیم. از این بابیه یه نفر اومد به اسم میرزا حسین علی نوری. میرزا حسین علی نوری اول ادعای باب بودن کرد، بعد ادعای مهدویت کرد، بعد ادعای پیامبری و در آخر توی کتاب اقدس یه چیزی در مورد ادعای خدایی هم وجود داره در اون و بهائیت رو تشکیل داد. وهابیت ریشه در مغز خالی آخوندهای رافضی داره، چیز دیگه از اون وجود نداره، یعنی مغزشون یه چیزی درست کرده به اسم وهابیت. چرا وجود درست کرده؟ که بتونن یه هفته‌ای درست کنن به اسم هفته وحدت و بعد اهل سنت رو هم بکشن. تفاوتشون اینه، یعنی بهائیت ریشه در اونا داره، وهابیت هم ریشه در اونا داره، جفتشون از خودتون برمیاد. آقای عبدالرحیم بفرمایید، خواهش می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله. شیر مردان عزیزا، علیکم السلام. یه مطلبی عرض کنم، این امثال این محمد هزارتان واسه خودشون اسم دارن، نواب کاغذ، اینا چرا اثبات میشن گرفتن از درد میپیچن؟ چون اسلام و قرآن و علمای صادق ما با توپ 106 تو کله این مقدس های قلابی میخواد بکوبه که لودر لودر طلاهای ما رو 40 سال بردن تهش در نمیاد. خب حقم دارن، توان یعنی جیگر کار کردن، ارزه کار کردن ندارن، مفخوری هم نمیتونن ازش دست بردارن. به این خاطر با اصلا من شما خدا به شما یه لطف کردی، شیعه نبودید که بسون میشدید، من بیردم اینا کی هستن. ببین اینها علنا میگن ما در هیچ چیز با اسلام مطابقت نداریم، یه دونه قبله است، اونم تقلا میکنن، تلامال میکنن در دیوار این قبرستون ها رو که قبله شون هم بکنن مشهد و کربلا، ولی کور خوندن. به تاکید شیرمندان بکوبید با قرآن تو کله این مشرکین و قاتلین جان و مال و نوامیس این مسلمان ها. الله تعالی شما رو از ما جدا نکنه. شما حرف میزنید ها، من اصلا به قول اون علامه طباطباییشون میگفت عبارتش صحیح نیست ولی حالت رقص به من دست میده، اصل اون رقص رو من دارم، ما موحدین داریم. بکوبید این نواب های بی دین و مذهب و بی وطن و بی همه چیز رو. السلام علیکم و رحمت الله. باشوزد و لازم. علیکم السلام، خدا حفظتون کنه. وقت برنامه کاملا تمام. نزدیک تمام یا کاملا تمام؟ عرضم به حضورتون که چیز نمونده یه مقدار مثلا. بله بله، خیلی جالب هست بحث قبله کردن. بله. اینا حتی در تأویل قبله میگن امام، یه قبله ظاهری است اما باطن چه امام. میگن که منظور از رب امام هست، منظور از الله امام هست، منظور از شرک شرک در امامت هست، منظور از کافر میگن شخص دوم هست، منظور از ابلیس میگن شخص دوم، یعنی منظور حضرت عمر هست. دقت کنید، این تأویل باطنیشون هست، این میشن تأویل باطنی، یعنی همه چیز امام. اصلا ارکان دین یعنی امام، ارکان دین کلن انسان به خدا وقتی میخونه شاخ در میاره، میگه واقعا اینها عاقل هستن که اینو نقل کردن. ما که معتقد هستیم 100% اهل بیت پیامبر از این دروغ‌های چندشاور پاک و مبرا هستیم، در اینجا گواهی میدیم، روز قیامت هم گواهی خواهیم داد. اما اینی که مجلسی میاد مینویسه، خب مجلسی البته برای استحمار مردم، مردم که برای نسبت سوار بشن دیگه، هم مالشون هم ناموسشون، بعد این روایت‌ها رو درست کنه. وقتی که میگه صحبت از فرشتگان میشه، حملت العرش میگه امام، کسانی که یحملون العرش میگه منظور امام هست. یعنی شما به خدا این چیزایی میخونی که یعنی تعجب میکنی اینها چی بودن. سازندگان این روایت ها ذره ای به اسلام اعتقاد نداشتن، خندیدن به عقل مردمی که قبول میکنن. هر کس قبول کند واقعا خیلی جالب است. میگه منظور از ظالم کیه؟
ابوبکر و عمر و عثمانند. مظلوم کیه؟ میگه ما هستیم. مستضعف میگه ماییم. اصلا مستضعف خیلی جاست قرآن به شدت توبیخ شدن، جهنمی هستن. بله. مناقشه ظالمین و مستضعفین، استضعفوا قال الذين استكبروا. مستضعفین به مستکبرین میگفتن، یعنی امام به مستکبر میگفت. مستکبر کیه؟ ابوبکر و عمر و عثمان. خب امام مستضعف کیه؟ امام، امام معصوم. همه یعنی تو جهنم هستن، حتی امام هم تو جهنم هستن. اینقدر اینها عقل و شعور نداشتن، اینا درست کردن رو میدونستن، ولی یکی میاد مثل هر عاملی نقل میکنه، مثل کلینی نقل میکنه، کو عقل؟ بدین خاطر اینها میگن که ان احادیث آل محمد صعب مستصعب، خیلی سخت هست احادیث آل محمد. یا وقتی به امام میگه که اصلا قرآن قابل فهم نیست، تفسیر قرآن هر کی میگه اصلا نمیشه، قرآن قابل فهم نیست، اول آخرش اصلا نمیدونه، یه چیزایی میاره، روایت از امام هست. حتما ما انشالله هفته آینده این فقط میخوام این مثالا از خود کتابا بیاریم تا ببینن این بینندگان که ما اینو نگفتیم. ولی دقت کنید، کسی که میگن که امام هست، نیازی به تبیین هست، ثقل ازغر هست، قیم قرآن هست، این تبیین میشه شما بالله علیکم؟ یعنی چه انسان عاقلی قبول میکنه که بگه که امام گفته مرج البحرین فاطمه هست و علی، برزخ که اجازه نمیده که این دوتا با هم دیگه دعوا کنن؟ این چه اسمتیست بار دیگه؟ دقت کن، یعنی این انسان اگه فکر کنه بینهما برزخ و لایب، این برزخ میگه رسول این همین ما هر از جنگاهی میبینیم یه جمله، یه کلیپ از این آخونده انقدر منتشر میشه و سوژه خنده مردم میشه. این کلیپ ها، این سوژه ها برگرفته شده از همین هاست. وقتی یارو بالای منبر میگه امام معصوم میگه، بعد یه حرف خنده دار مزخرفی رو میزنه که وصلش کردن به ناحق به یکی از بزرگان که اسمشو گذاشتن امام معصوم، این چیز خنده دار از تراوشات فکری اون آخون میتونه نباشه. اتفاقاتیه که تو این کتاب هست، بله، داره میخونیم، داره میگه. و ببینید اینا پیروان همین ها، این آقای من خودمو کشتم که بگه من این خزعبلات رو قبول ندارم. آقا بگو من قبول ندارم، من انسان آزاداندیشم، میفهمم که خودمشون کار رو نمیکنه، خدا همچون کتابی رو نمیاره که ما نفهمیمش امام برزخی بفهمه، ولی نمیتونه بگه. چرا؟ چون اگر بگه یه چیزای اساسی از دینش داره کم میشه. ولی شما پیرو قرآن باشید، شما پیرو اون چیزی باشید که بر قلب محمد علیه السلام نازل شده و پیرو سنت پیامبر علیه السلام باشید که تبیین کننده قرآنه. ول کنید این آخونده، ول کنید این بحثای شیعه و سنی رو. خیلی متشکرم استاد حسین عزیز، خدا نگهدارت. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.